به نام خدا سلام بر شما بیننده آخر خط از نور هستید. تأخیر در اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری، چالش تکنیکی یا فشارهای سیاسی؟ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر اساس مشکلات تکنیکی زمان اعلام نتایج انتخابات به تأخیر افتاده است. رئیس کمیسیون انتخابات با پوزش‌هایی از مردم افغانستان وعده می‌دهد که تلاش میکند به زودترین فرصت نتایج مقدماتی انتخابات ششم میزان را اعلام کند. اما تیفا میگوید تأخیر در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اساس فشارهای سیاسی صورت گرفته است. همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر شفافیت بیشتر روند را به تأخیر انداخته و امروز کمیسیون مستقل انتخابات 800 هزار رأی را باطل اعلام کرده است. در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم با آقایان احمد الله نوید عضو دسته انتخاباتی دولت ساز و سمی حقجو سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام آمد. آقای حقجو با شما شروع میکنیم. تأخیر در زمان اعلام نتایج انتخاباتی از نظر تیم ثبات همگرایی بر اساس چی است؟ شما مشکلات تکنیکی را بیشتر میبینید یا فشارهای سیاسی را؟ اونطوری که تیفا گفته بر اساس فشارهای سیاسی این کار صورت گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و از میمان برنامه تان. ما میخواییم که یک مسئله خیلی روشن باشه برای ملت غیر افغانستان و خواسته های ما در مجموع از کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت است. ای که زمان فیصله کرد که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه را به یک وقت مناسب دیگه در نظر داره، ولی با باور ما ای که کمیسیون مستقل انتخابات فشارهای سیاسی را هم متقبل شدن و همواره بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشارها از طرف کی بوده مثلا؟ از جناهای مختلف، فرزن کارمندای ارشد کمیسیون تهدید شدن، رئیس فیفا تهدید به مرگ شدن و مولانا حالا که فیفا یا تیفا در تأخیر اعلام نتایج انتخابات نقشی ندارن، اینا نهادهای ناظر هستن. خب زمانی که یک علاقات مشخص میخواهد که فشار وارد بکنه بالای یک آدرس مشخص، بر از اونا فرق نمیکنه که کی در کدام موقف است، ولی آدرس میخواهند که زیر سوال ببرن و یک حراس در آدرس مشخص که ملت افغانستان بالایش باور داره وارد بکنن. با این اساس باور ما که هر کسی باشه، در هر موقف باشه، مقصد در کمیسیون زی دخل باشه، برای از اونا خیلی مهم است هر کسی که باشه. ولی باور ما ایست که کمیسیون مستقل انتخابات تا به حال توانسته استقلال خود حفظ بکنه و ما هم میخواییم که به خاطر شفافیت زمان را که هر وقت را اینا تعیین بکنن، منتها شفافیت کامل درش وجود داشته باشه بر ما قابل قبول است. ولی تعویق در زمان اعلان ابتدایی ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات یک نوع ایجاد فرصت است برای چنین فرصت طلبا که بتانن الان که کمیسیون اعلام کرده امروز 800 هزار رای باطل شده است توی کمیسیون مستقل انتخابات. خوبی بحثی است که ناظرین ما و نهادهای زی دخل در کمیسیون مستقل انتخابات بعض مسائل را قبلا به رسانه ها اشاره کرده بودند که در قرنطین دارند و تحت نظر دارند. در انگرایی که وجود داره بعض ماشین های بایومتریک است که از ولایات بیشتر است، از اینکه شرکت در ملوک در اونجا روان بکنه بیشتر از اونجا جمع‌آوری شده با کمیسیون مستقل انتخابات که یک موردش بوده. و مورد دیگه ای که آرای بدون بایومتریک هم در ابتدا به یک طرف مانده شده تا اینکه آرای سیاه و سفید از بین جدا شوه. این مسئله که امروز یادآوری شده از کمیسیون، ما قبلا هم در این مورد آگاهی داشتیم، چون یا قابل از این است که تأخیر در اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری از نظر شما تحت فشارهای سیاسی صورت گرفته
یا اونچرا که کمیسیون عنوان میکنه مشکل تخنیکی؟ خب ما امیدوار هستیم که گفته های کمیسیون حقیقت داشته باشه و کمیسیون استقلال خود داشته باشه، باز بتانه وعده ای را که ولی مطمئن نیستیم. نه خیر، مطمئن نیستیم بری، چون کمیسیون مستقل انتخابات بارها امتحان خود داده، تمام ملت بالای کمیسیون بی باور است. ما امیدوار هستیم که کمیشنران جدید هستن، کارگزاران کمیسیون کاملا خب امیدی جدید آمده. امیدی را که ما به صفت یک دسته انتخاباتی داریم و کاندید خود که داشتیم در این عرصه، یک نوع باورمندی ما هم وجود داشته. امیدوار هستیم که بتانن از حق مردم، از یک رای پاک مردم دفاع بکنن و در نتایج ابتدایی ثابت بکنن که بانوهای افغان هم میتونه مبارزه بکنه و در یک سرنوشت ساز ملی سهم داشته باشن. سپاسگزار هستم آقای نوید، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. نگاه دسته انتخاباتی دولت ساز و تأخیر زمان اعلام نتایج انتخاباتی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدمت شما و همچنین دوست ما و بیننده های محترم تلویزیون شما سلام عرض می کنم. فکر می کنم که کارگزاران و مدیران کمیسیون انتخابات کاملا صلاحیت و اختیار داره که درباره زمان اعلان نتایج ابتدایی تصمیم بگیره و این مربوط به اونا هسته. اما علل و دلایل تعویق زمان اعلان نتایج ابتدایی طوری که قبلا اعلام شده بود باید در 27 میزان باید صورت میگرفت. من فکر میکنم که اگر اینها میتوانستن طوری برنامه ریزی میکردن و فعالیتها را طوری مدیریت میکردن و همچنین وارد کردن تمام آرا را در مرکز عمومی کار خوب بود که اینا در همون جدول زمانی که قبلا اعلام کرده بود اعلام میکرد، کار بسیار خوب بود. هم سرعت در کارها صورت میگرفت و هم تمام فعالیتها و کارهای کمیسیون بر اساس یک زمان مشخص باید بیان میشد، کار بسیار خوب بود. اما دلایل کنا اعلام کردن بیشتر من فکر میکنم واضح اونا هم اعلام کردن که بعضی مسائل فنی و تخنیکی و روی بعضی مراکز و صندوق ها اینا ملاحظاتی داشتن، با او دلایل نتانستن در زمان مشخصی که اینا قبلا اعلام کرده بود اعلان بکنه. بحث دیگه ای هست که سلامتی پروسه و مدیریت درست پروسه و شفافیت آرایی که در اونجا هستن، اینها طبیعی که بسیار مهم است برای ما، بسیار ارزشمند است. ولی خوب است که هم مسئله شفافیت پروسه را باید اینا بسیار به طور درست و مکمل پیش ببره و در این حال اگر تمام جدول فعالیت های خود بسیار جدول زمانی مشخص اینها در تاریخ معین اعلان بکنه و با اساس پیش بره، من فکر میکنم این بسیار خوب است. و حالا تیفا اعلام کرده که تحت فشارهای سیاسی که مثلا تصمیم گرفته اعلام نتایج انتخابات را به تاخیر بندازه، فکر میکنید فشارهای سیاسی هم در کار بوده؟ من فکر میکنم آنچه برای ما معتبر هست و آنچه دقیق هست مسائل تکنیکی و اداری اعلان شده، اما ای که نهادهای ناظر یا نهادهای مرتبط درباره انتخابات چه نظرها و دیدگاههایی را اعلان میکنه، این میتونه یک حس و گمان باشه. ممکنه خیلی از رسانه ها یا خیلی اشخاص سیاسی ممکنه دلایل دیگه هم باشه. سبوتنگرایی هم با دیده موضوع گرفته، آنگونه که سخنگویشون در این میز میگن ممکن این مسائل مطرح باشه، مسائل سیاسی. خب من فکر نمی کنم که مسائل سیاسی باشه. البته این دقیقا برمیگرده به کمیسیون انتخابات و کسایی که اونا رهبری میکنه و اونا اعلان کرده، اونا باید وضاحت بده و توضیح بده که آیا اینا بر چه اساسی طوری که اونها اشاره کردن و چون چیزی که اونها بیان کردن، گفتن ما بعضی مسائل تکنیکی و فنی هست، هنوز بعضی صندوق ها یا بعضی مراکز اینا نهایی نشده، به این دلیل به تعویق انداخته. اما تحلیل ها و حس و گمان هایی که توسط نهادهای دیگری صورت میگیره، من فکر میکنم که این تصور و تحلیل از اونها هستن، یعنی منبع رسمی و اصلی و اساسی که موضوعات انتخابات بیان میکنه و پروسه انتخابات اونها انتشار میده دقیقاً کمیسیونه. ما بر اساس اعلان و بر اساس زبان رسمی که سوی کمیسیون
منتشر پیدا میکنه، قضاوت ما و دید ما بر او اساس صورت میگیره. ای که دیگه نهادها چی میگه؟ خوب است که اتفا یا هر مؤسسه دیگری که در زمینه انتخابات صحبت میکنه یا اظهار نظر میکنه واضحا باید بیان بکنه. یعنی ما طرفدار این نیستیم که ما چیزای بی اساس و بی بنیاد و بدون سند باید درباره پروسه مثل انتخابات بیان بکنیم. از قول کمیسیون مستقل انتخابات اگر زمان قربانی میشه یا در واقع فرصت از دست میتن، ولی یک چیز دیگر بسیار متوجه هستن که او شفافیت است. شما چقدر مطمئن هستین به کاری که کمیسیون انجام میده و نتیجه کمیسیون اعلام خواهد کرد که شفافیت را در نظر بگیره کمیسیون؟ خب بحث در این هست که یعنی کمیسیون تمام امور و پروسه را بر اساس اصول و طرز عمل هایی که داره پیش میبره و انتظار مایی هم هست و آرزوی مایی هم هست که تمام فعالیت ها و کارهایی که در کمیسیون صورت میگیره و بررسی هایی که در اونجا صورت میگیره و رأیی که بدون بایومتریک هست یا با بایومتریک هست یا باطل است و یا غیر دیگه هستن، تمام اینها باید بر اساس قوانین باید صورت بگیره. ما در این زمینه تا هنوز اشکالی بر کمیسیون وارد نکردیم و مداخله هم در امور کمیسیون اینا نداریم، به خاطر از اینکه هم تیکت ها و هم شرکای دیگه انتخابات و هم ملت افغانستان احساس کنه که تمام امور توسط خود رهبران کمیسیون پیش میره و این درست پیش میره و آرزوی ما و تاکید ما بر این هست که کمیسیون تمام امور به طور بسیار دقیق و شفاف باید پیش ببره. یعنی اگر ما احساس بکنیم که کمیسیون مثلا پروسه را درست رهبری نمیتونه یا هم در او ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه و یا هم غیر شفاف پیش میبره، طبیعی که ما از طریق مجراهای قانونی و اصولی نگرانهای خود اعلان میکنیم و هم در رسانه ها و هم در خود کمیسیون بس. سپاسگزار هستم از شما. آقای حقجو، دست انتخاباتی ثبات همگرایی از تأخیر اعلام نتایج مقدماتی انتخابات چقدر نگران است که بتانه به ضرر نتایج انتخابات که به ضرر تیم شما مثلا اگر بیاید نتیجهش باشه؟ نگرانی ما دسته انتخابات ما در قبال از اینکه کمیسیون یا تاریخ در زمان اعلان نتایج، ما از این مسئله نگرانی نداریم و کمیسیون با بعض برنامه هایی که دارند امکان بر این نیست، چون رای بیشترین ملت افغانستان مرتبط است بر ثبات و همگرایی. ملت غیور افغانستان فیصله کرد که از سراسر افغانستان انسجام پیدا بکنند تا یک حکومت همگرا را به وجود بیارن. خب هنوز نتایج اعلام نشد آقای. بنابراین ما مطمئن هستیم بالای رای که بیشتر از 20 ولایت بهترین رای را داریم، این کمیسیون مستقل انتخابات اگر در یک هفته شما بیشترین رای از 20 ولایت افغانستان دارین، بر اساس چی صحبت میکنید؟ بر اساس ریزرشیت هایی که ما جمع‌آوری کردیم. این ریزرشیت ها را در اختیار شما کی قرار داده؟ ناظرین ما و ناظرین در هر سایت و مراکزی که می باشند. در حالی که از طرفی از یک طرف دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به این باور است آرای ریزرشیت ها فقط اعتبار نداره، بلکه فقط اعتبار اصلی را آرای بایومتریک شده داره. خوب است، ما مطمئن بلی هستیم که تیم ما با بسیار شفافیت کامل کار خود اجرا کرده و ما مطمئن هستیم که ما در موضوع بایومتریک مشکل نداریم. تیم ما در تقلب گسترده دست نداشته. هر زمانی که یک عده آرا باطل میشه ملت میفهمه که این تقلب در کدام ولایت کیا کرده بود و امروز که قرنطین میشه و میره به طرف بعضی برنامه هایی که اونا تمرکز دارن بالایش که چطور میتونیم کدام آرا را از سیاه و سفید جدا بکنیم و برای ملت افغانستان ارائه بکنیم. بنابراین ما مطمئن بری هستیم که اراده مردم ما خیلی معتبر است و ما میتونیم که اراده کمیشنران کمیسیون انتخابات در چی مسیری میبینید آقای اقجو؟ خب آیا اطمینان دارید که شفافیت در انتخابات صورت بگیره و اینکه حالا نتایج انتخابات هم زمان اعلامش به تاخیر افتاده
در این میان، در این خلای زمانی که باوجود میاد، شما نگرانی ندارین؟ ما از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات برای که تابعال خوب درخشیده و قابل قدر است برای تمام ملت افغانستان، ما در این عرصه کدام جبهه‌گیری خاص خود نداریم، اما خواهان شفافیت هستیم. آن گونه ای که جامعه جهانی بخصوص سفارت امریکا خواهان شفافیت بوده و صدای مردم درک کردن، شنیدند که همه ملت افغانستان خواهان از این است که شفافیت به وجود بیاید. این که زمان چقدر مهم است با ما خیلی مطرح است که شفافیت باشه در هر زمانی که باشه. ما کدام مشکل را در ورسه نخواه داشتیم. یک مسئله دیگه ای که ما بالای کمیسیون بعضی گپایی را که میگیم که سند داریم، شواهد داریم، شما و تمام رسانه های افغانستان شاهد بود که ما یک کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کردیم، تمام اسناد و شواهد تقلب و تخلف تیم دولتساز را به دسترس ملت افغانستان بخصوص رسانه ها قرار داده. اقدامات کمیسیون شکایت چی بوده؟ تا عدل خوب بوده، اما ما امیدوار هستیم که تمام شکایات که درد شده و قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات است، مطابق برنامه های کمیسیون و وعده که با ملت افغانستان کرده بود کمیسیون پیگیری شود. شما یک سری اسناد را میگین که به کمیسیون انتخابات شکایت انتخاباتی تحویل دادین. بله. و از تیم خاصی هم شکایت کردین. چقدر این شکایت ها برش رسیدگی شده؟ خب ما کسی را داریم که در بخش های تکنیکی عملا در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه و همه روزه گزارش هایی را که ناظرین ما هستند و بخش مسلکی ما در این عرصه خوبتر و بیشتر معلومات داره. فقط ما میتونیم بگویم که بیش از 11% شواهد و اسناد که از قبیل کتبی و فیلم و عکس و تصاویری که داریم با کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کردیم. شما بیش از 1000 شکایت درج کردیم. بله، شکایت های مشخص بوده، کلش مستند بوده، اونا تا عد را پیگیری شده و یک زمان بالا یا فشار آورده نتانستن. ما امیدوار هستیم که به تمام شکایات رسیدگی شود، واقعا از رای مردم دفاع بکنن تا ما و تمام ملت افغانستان امیدوار به این باشیم که کمیسیون مستقل انتخابات دیگه اعتبار خود در افغانستان داره. سپاسگزار هستم از شما. آقای نوید، کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر اعلام کرد که 800 هزار رای از سوی کمیسیون ابطال شده. شما چقدر به این 800 هزار رای که ابطال شده از طرف کمیسیون انتخابات به دیده مثبت نگاه میکنید؟ خب ما اول خدمت دوست ما عرض بکنیم، تا هنوز کمیسیون رسیدگی به شکایات بعضی تصامیم و بعضی فعالیت های خود در قبال مجموعه تخلفات و تقلباتی که در روز رایگیری صورت گرفته اعلان کرده، ولی هنوز نهایی نشده. بله، درست. بحث اساسی در این هست که ما هر چیزی که میزنی باید خیلی دقیق، مستند و قابل قبول باشه. آلی ما نباید متکی و یا هم ارجاع بدیم فیسبوک شایعات و افواهات. اینها در یک پروسه مانند انتخابات نه قابل قبول است و نه کار دوست، بیشتر شبیه یک جنگ روانی هست. ما باید در همه پروسه ها دقیق باشیم. بس دیگه ای است که ما نباید گاهی نسبت به کمیسیون بدگمان باشیم، گاهی بگویم که کمیسیون این کارا را انجام نمیده. اگر به نفع ما بود بسیار درسته، قانونی هست. اگر نبود ما بگذاریم ببینید، خودش یک نوع مداخله هستن. ما بگذاریم که کمیسیون انتخابات تمام فعالیت ها و کارهای خود بر اساس طرز العمل ها و قوانینی که داره باید پیش ببره و همچنین کمیسیون رسیدگی به شکایات اینا باید اعلان کنه. اینا گفته شکایت در حدود 4300 صورت گرفته، ولی اینا مربوط به همه و مربوط بر همه مراکز و در همه جاها هست و تیم دولتساز هم در این زمینه صدها شکایت ثبت کرده. اتفاقا بیشتر به اینا هم رسیدگی شده تا جایی که ما اطلاعات داریم و شکایات ما دقیق، مستند و با به اصطلاح همو اسناد لازم و دقیق بوده، یعنی بر اساس افواهات. ولی ما این را به مرجع قانونی سپردیم و از هم استفاده های تبلیغاتی نکردیم. که از دولت ساز اسناد و مدارک علیه خب، دولت ساز دارن که چیزایی که در منتشر کردن در روز رسانه. ببین
این مربوط به کمیسیون شکایات میشه که این تقلبات مربوط به کی هست، در کجا صورت گرفته، توسط چی است. این نمیشه که شما چند تا ویدیو را در فیسبوک و اینا رو به عنوان مرجع اصلی قرار بدین و به اساس بگین که فلان است. ما فکر میکنیم اینا اتهام است. ما به اتهام نمیتونیم پروسه عینی واقعی و سیاسی مثل انتخابات که بر مبنای قانون صورت میگیره تغییر بدیم و یا هم جنگ روانی رو پیش بیاندازیم و یا مسائل دیگری را. اینا مرجع قانونی وجود داره، هم شکایت وظیفه چیه؟ رسیدگی به همه تخلفات و تقلبات است. شما این رو مستند باید با اینا ارائه بکنین. حق اعلان، حق بررسی، حق ابطال، حق اضافه، حق کم کردن باید به اونا میشه. یعنی هر چیزی که ما پیش از این اظهار نظر بکنیم یک پیش داوری هست و یک مداخله در امور. چرا این پیش داوری صورت میگیره آقای؟ من فکر میکنم که اینا ممکنه دلایل ایجاد داشته. یک دلیل است که اینا در سوی تفاهمه، نسبت به خود در سوی تفاهم نسبت به خود سوی تفاهم داره. در مسائل تصمیم گیری ها در زمینه رای خود من فکر میکنم اینا اطلاعات دقیق خیلی نداره. اگر اینا اطلاعات دقیق راجع به همه رای ها و امور داشته باشه ایتو اظهار نظر ها را نمی کنن. بخش دیگه از اینا برمیگرده به ذهنیت سازی های کاذب و غیر واقعی و مغشوش کردن اذهان عمومی و از این که خود اعلان کنه که ما پیش از پیش مثلا برنده هستیم یا در چند ولایت. اینا باید مرجع قانونی است. ما دو تا مرجع قانونی و رسمی منطبق با قانون اساسی و توافقات کاندیداهای ریاست جمهوری داریم که یکیش کمیسیون انتخابات، دیگه‌ش هم شکایات است. بخشی وظایف و مسئولیت های انتخابات مربوط به کمیسیون انتخابات میشه، بخش دیگه‌ش مربوط به شکایات میشه. بهترین کار، عاقلانه ترین کار اینه که ما تمام امور بسپاریم به اونها، اونا مطابق به قوانین و طرز نمایی که داره اونا را رهبری بکنند. درست. سپاسگزار هستم آقای حقجو. شما اطلاعاتون دقیق نیست، بر اساس این اسناد صحبت نمیکنید. خب یک مسئله ایره که ما میخوایم به صراحت بگویم که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داشت به 9 میلیون رای ملت افغانستان. امروز مسئله است کمتر از 2 میلیون رای و کمیسیون خواهش میکنه که ما و معذرت میخواهیم که ما مشکلات خود داشتیم و مشکلات تکنیکی بوده. بنابراین ما میپذیریم و خواهان شفافیت هستیم. چیزی را که برادر ماست تیم دولت ساز میگه، ما با اساس شواهد و اسناد و مدارک خیلی معتبر که داشتیم با کمیسیون مستقل انتخابات که مرجع ضروری است و زیر دخل در انتخابات و اعلان ریاست جمهوری میشه، ما احترام داشتیم به قانون نافذه کشور و به طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات. بنابراین ما نظر ما در قسمت نزدیک یا دروازه عمومی کمیسیون مستقل انتخابات شخص را میگیره که در جیب خود انتقال میکنه از ولایت پکتیا چپاره. ما هیچ نوع واکنش نمی داشته باشیم بجز از اینکه مطابق قانون نافذه کشور را بریم به برنامه با کسانی که در همین برنامه سم شکایات هستند و با کمیشنرای زیربطشان تحویل میدیم. خاموشی ما به معنای بیخبری ما نیست. ما خیلی مدارک و اسناد و شواهد دیگه داریم که ثابت میکنم. شما در مورد رأیتان یک نوع مغالطه میکنین. اطلاعات دقیقی از میزان رأی که دست آوردین نداریم. بدون شک حراس کسایی است که ما را در برابر خود عریف میدانند و ما به مسابه خود، به مسابه ملت افغانستان هیچ عریف را در برابر خود نمیبینیم و هیچ وقت این کوشش نداریم که ما گویا تلقی بکنیم که ما یک قدم پیشتر هستیم. ما پیشتر بودیم و خواهیم بود. ملت افغانستان رای دادند به کمیسیون مستقل انتخابات راجع شده. کمیسیون مستقل انتخابات آرای سیار از سفید جدا کرده، بالاخره اعلان میکرده و ما هم به می منظور خاموشی اختیار کردیم. اگر بعضی مشکلات های حساسی رای مقدس مردم افغانستان که به کمیسیون مستقل انتخابات رفته و بالای ازی دقیق کار نشه، به این معنا که به ملت افغانستان و به اراده مردم افغانستان توهین صورت میگیره. اگر از کمیسیون اعلام کرده که 800 هزار رای ابطال کرده، به اضافه 500 هزار رای که
چند روز قبل هم شایع شده بود اما از طرف کمیسیون رد شده بود. شما چقدر با دیده مثبت به این مسئله نگاه میکنین؟ آیا ابطال شدن 800,000 رای میتونه روند شفافیت تضمین بکنه؟ تا جایی که ما معلومات داریم از کمیسیون مستقل انتخابات که ناظرین عملا در سه شفت در کمیسیون از تمام دسته های انتخاباتی کار میکنه، بنابرو و تقلب و تخلف گستردهی که در سر افغانستان انجام شده بنابرو کمتر است. شاید که برنامه های دیگه به زودی اعلان شود چون وقت کم است و امکان داره که تا ده روز یا کمتر اینا به خاطر اعلان ابتدایی آمادگی بگیرن. بنابراین وقت به این شده که آرای سیاره اینا اعلان بکنن و انتظار ما این است که تا جایی را که ما میفهمیم آرای سیاه خیلی زیاد بوده، ای که ماشین های بایومتریک از هر سایه اضافه تر آمده، بعضی مسائل دیگه بوده که پیش از وقت و بعد از وقت در ماشین بایومتریک و شرکت در ملوک زی دخل است ثبت شدن. فکر میکنید که به تاخیر افتاد از زمان اعلام نتایج به همین خاطر است که شما میگین؟ خب یا میگن که کارهای ما بر اساس تکنیکی که ما در داخل با اونا دست پنجه نرم میکنیم و نتانستیم که آمادگی کامل خود بگیریم چون آرای سیاه و سفید درست واقعا برش رسیدگی نشده، ما بنابراین پذیرفتیم و وقت میدیم، میخواهیم که شفافیت ضروری است و به ملت افغانستان هر چی زودتر ارائه شود. ای که وقت چند روز را در بر میگیره، اگر در وقت تعیین شدهش مطابق اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات انجام میشد ما خیلی خرسند میشدیم. برای که ولی حالا که به تاخیر افتاده چندان نگران نیستیم؟ شاید که مشکلات های خود کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه و شاید این مزرعه قبلا هم خواسته شده از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات. با وجودی که بسیار خوش باور هستیم با کارمندای کمیسیون و با رئیس کمیسیون و با برنامه های کمیسیون، با پشتیبانی جهان که در مورد شفافیت مطرح شده، امیدوار به این هستیم که بتانه کمیسیون مستقل انتخابات با وعده های خود وفا بکنه. سپاسگزار هستم. آقای نوید، تأخیر اعلام نتایج انتخابات از نظر تیفا تحت فشارهای سیاسی صورت گرفته. دیروز قرار بود این نتایج اعلام شما اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته به دلایل تکنیکی نتونستن این را اعلام بکنن و بررسی میکنن مشکلاتی که وجود داره، بعدا اعلام خواهد شد. اما همزمان با تأخیر اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ما میبینیم چند اتفاق افتاده. اولا شروع مذاکرات مجدد میان نماینده آمریکا و نماینده های طالبا، دوم سفر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به کابل، اینها با هم مرتبط هستند. فکر میکنید با توجه به اینکه در انتخابات افغانستان دخالت های هم در گذشته ها وجود داشته و هم در جریان در حال حاضر ما ببینیم که رفت آمد های مکرر سفیر ایالات متحده در کابل و کمیسیون مستقل انتخابات، آیا فکر میکنید یک پیوندهای وجود داشته باشه؟ خب بدون شک همه این روندها و پروسه ها مربوط به مردم افغانستان است و فکر میکنم که بحث های خیلی حیاتی در بخش های مختلف برای مردم افغانستان است. پروسه صلح هم تقریبا یک سال پیش شروع شده بود، مذاکرات زیادی در این زمینه صورت گرفت و هم فکر میکنم حکومت افغانستان در این زمینه فعالیت ها و طرح و برنامه خیلی مشخصی داره که از اون جمله جرگه بزرگی را دایر کرد که در اونجا نماینده های مردم از هر تا سر افغانستان حضور داشت و در اونجا یک سری اصول و فیصله ها را در باره صلح اینها تصویب کردن، مطرح کردن و طبیعی که مذاکرات صلح هم ادامه داشت و این یک بحث است و بدون شک هیچ کسی مخالف از این موضوع نیست. حکومت هم عملا یک از کسانی هستن یا یک از نهادهای رسمی و اجرایی مملکت است که در این زمینه واقعا توجه زیادی کردن، فعالیت های زیادی کردن و مدیریت کردن. بحث دیگه انتخابات مثلا اگر تیفا میگه تحت فشارهای سیاسی کار صورت گرفته، فشارهای سیاسی همینایی است که
ما میبینیم در کابل اتفاق افتاده؟ خب ما فکر میکنم که یک سوی تفاهم در این هست که معمولا خیلی ها وقتی که مطرح میکنن که صلح، مذاکرات صلح شروع شده یا مذاکرات صلح وجود داره، این در مخالفت و در تضاد با انتخاباته. ما فکر میکنم چون چیزی نمیتونه باشه، به خاطر از اینکه انتخابات یک موضوع ملی هست، یک موضوع کاملا به زمان و جدول زمانی مشخص تعلق داره، در قانون اساسی افغانستان وجود داره و رهبران سیاسی افغانستان هم بر اساس همین انتخابات به قدرت میرسه و بر اساس همین انتخابات ممکنه که به اصطلاح زمان قدرتش پایان پیدا بکنه یا تغییر و تبدیل قدرت صورت بگیره. یک بحثی کاملا داخلی و ملی هست که مطابق به قانون اساسی انتخابات باید دایر میشد، دایر شد و هیچ کشوری در زمینه انتخابات مخالفت نکردند که دایر شوه یا نشوه و این وظیفه مردم افغانستان بود و حکومت بود که به طور درست در وقت معین، البته با یک مقدار تاخیر چند ماه، این دایر شد. این یک بحثه. بحث دیگه مسئله صلح. من فکر میکنم که این دو تا پروسه جمع شدن اینا، همسو شدن اینها، من فکر میکنم که هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی ما میتوانیم هم این حکومت و هم حکومت آینده ای که از درون آرای مردم میبرایه و یک حکومت مشروع هستن و قانونی هستن و دارای حمایت سیاسی گسترده مردم افغانستان هست، او اگر در سر قدرت باشه، من فکر میکنم او خوبتر میتواند با مشروعیت کامل پروسه صلح رهبری بکنه و آمدن رهبران و یا هم نمایندگان سیاسی آمریکا در افغانستان یا وزیر دفاع آمریکا در افغانستان، طبیعی اینا طبیعی هست، در سابق هم بوده و در این حال ممکنه که از انتخابات اونا حمایت بکنه و همچنین این موضوع رو برسانه و هم مسائل امنیتی و بررسی مسائل امنیتی اینا هستن. سازمان ملل متحد در کابل از شفافیت در انتخابات حمایت کردن. تصور میشه که اینا از آنچه که کمیسون تصمیم بگیره اعلام بکنه حمایت بکنه همچنان؟ بله، من فکر میکنم تا هنوز تمام تاکیدات و نظرهایی که ارائه شده از سوی منابع خارجی و منابع دیپلماتیک در کابل از متحدین افغانستان و دولت افغانستان همه ایشان مثبت بوده و من فکر میکنم این بر مشروعیت نتایج انتخابات و همچنین بر شفافیت آرای مردم افغانستان طبیعی که تاثیر داره و هم تصمیم اصلی و مهم و نتیجه کلان میشه باید توسط خود کمیسیون ها باید باشه، به خاطر از این که درسته که اینها همه دوستای ما هستن، اینا حمایت میکنن از پروسه، اینا در مشروعیت پروسه تاثیرگذار هستن، ولی آنچه که مسئولیت هست، آنچه که وظیفه اساسی و ملی ما هست، اون متعلق به کمیسیون ها هستن و کمیسیون ها هر قدر که خودشان بر اساس شفافیت و قانون تصمیم بگیره و نتایجی که از درون این قوانین و فعالیت های درست و در چوشه و قانون بیرون میشه، او هم دارای مشروعیت است و هم باید قابل قبول باشه و هم جامعه جهانی باید از این حمایت بکنه که من فکر میکنم حمایت میکنن و هم تیکت های انتخاباتی هم باید از این حمایت بکنه، به خاطر از اینکه ما هر قدر عوامل داخلی را افزایش بدیم و نهادها را ملی بسازیم و احترام بکنیم به تصامیم ملی، این در واقع به منافع مردم افغانستان است. سپاسگزار هستم. آقای یغجو، تأخیر در اعلام نتایج مقدماتی انتخابات میتونه بر شفافیت انتخابات تأثیر بگذاره؟ خب مسئله است که نباید قبل از قبل یادآوری شوه، ولی اطمینانی که مردم بالای کمیسیون داشت برای که در زمان معین تعیین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت میگیره که نگرفت، حالا چقدر میدونی اگزی معقول باشه؟ مثلا شما به عنوان یک دسته انتخاباتی چقدر اگزی معقول میدونی دیره؟ خب زمانی که کمیسیون، باید تاکید کنم که کمیسیون برای 9 میلیون رای آمادگی میگیره، کمتر از 2 میلیون نمیتونه در وقتی که اینا تعیین کردن و یک ماه قبل گفته بودند که ما در 48 ساعت رئیس جمهور اعلان میکنیم بعد از انتخابات و آقای خانم نورستانی با می وعده‌ای که با مردم کرد و در برابر رسانه ها کرد نتانستند که امو برنامه را با وجه احسنش پیش ببره و ادمو زمان اعلان بکنه. ما امیدوار به این هستیم که تاکیدشان بر شفافیت باشه.
و اجازه نده به دسته های مخالف صلح و ثبات افغانستان که در آرای مردم و در سرنوشت مردم محصر باشند. شما فکر میکنید که تأثیر مثبت خواهد گذاشت یا تأثیر منفی خواهد گذاشت؟ خب یک گپ است که اگر کمیسیون با تمام امکاناتی که داره کار بکنن و میتونستن که در همین وقت که تعیین شده بود و اینا پیش بینی کرده بود کمیشنرها بعد از جلسات خود تصمیم بری گرفتن که در همین زمان ما میتونیم اعلان بکنیم. ای که نتونستن به نظر من خیلی موضوع بزرگ نبود که بیش از 9 میلیون رای بوده باشه یا 8 میلیون رای بوده باشه یا با وقت فرصت زمان زیاد ضرورت بوده باشه، مشکلات حساسی بوده. ولی میخواییم یک مسئله را اشاره بکنم نسبت به سخنان برادر ما. گفتن که دولت ما از بین آرای مردم به وجود میآید و ای که بعد از این بتانه در پروسه صلح خیلی مؤثر باشه و خیلی مهم است بر ملت افغانستان. آیا این دولت فعلا هم در رأس قدرت قرار نداشته که در برابر صلح خیلی مؤثر تمام شوه؟ آیا این دولت در برابر صلح و ثبات افغانستان با خصوص پروسه صلح بزرگترین موانع را ایجاد نکردن؟ البته حقوقدان ها باورشون بر این بود که حکومت وحدت ملی اشکالات حقوقی و قانونی داره، مثلا اینکه یک چیز فراتر از قانون اومده، ریاست اجرایی در قانون اساسی پیش بینی نشده و حکومت وحدت ملی هم از چیزی نیست که نسخه قانون اساسی او را پیشنهاد کرده باشه، نسخه نیست قانون اساسی پیشنهاد کرده باشه. به خاطر بازی در نظر میگیریم، ما به صفت حقوقدان هم میتونیم تحلیل بکنیم که دولت آقای غنی با کدام شفافیت به وجود آمد خیلی؟ اگر بوده با کدام کمیسیون اعلان کرده و با اساس چقدر رای آمد رئیس جمهور شد؟ درست است که نشد که کمیسیون اعلان نکرد. حالا شما فکر میکنید دولت بعدی هم با اشکالات قانونی اگر به این فرق نمیکنه که زمانی که قلم امکانات نوشتن نداشته باشه، اگر دست ما باشه یا دست تو باشه، باز دو فرق نمیکنه که او دفعه نشد این دفعه میشه. کسی که برنامه داشته باشه، کسی که به خاطر خیر فلا ملت افغانستان کار بکنه، معلومدار میتونه که به بسیار خوبی مؤثر تمام شوه و اینکه ریاست اجرایی یک بازوی خیلی مهمی در حکومت بود و در پروسه صلح یک قدم پیشتر بود. هر زمانی که به نفع ریاست اجرایی یک موضوع بوده و در برابرش مسئله صلح مطرح شده، اولین کسی که اظهار کرده و یک قدم عقب رفته که ما نمیخوایم امی موقف و امی برنامه را، ما صلح میخوایم که خواسته های افغانستان است، که این کلمه دکتر صاحب عبدالله عبدالله بوده. سپاس. هیچ وقت ریاست اجرایی در این برابر، در برابر باسازی، در برابر صلح و امنیت ثبات افغانستان مشکل تراشی نکرده. اگر مشکل بوده از طرف رهبری کشور بوده که امروز ما شما میبینیم که سپاسگزار هستم. به هر حال حکومت وحدت ملی دارای دو رهبر بود که بله، عمرش به پایان رسیده و ما انتظار میکشیم که حکومت بعدی بیاید. هر کسی که پیروز میشه در نتیجه یک انتخابات شفاف، کسی که رای را به دست میاره. آقای نوید، کمیسیون برای 9 میلیون اشتراک کننده آمادگی گرفته بود تا 9 میلیون نفر برای پای صندوق های رای نتایج اینا را اعلام بکنه و در مدتی بسیار کوتاهی که اعلام کرده بود کمیسیون. اما حالا یک 20 روز بیشتر، نزدیک یک ماه از برگزاری انتخابات میگذره ولی نتیجه انتخابات هنوز اعلام نشده. شما فکر میکنید کمیسیون چرا نتونسته و در این زمان ای که تأخیر به تأخیر افتاده اعلام نتایج انتخابات، میتونه شفافیت را تضمین بکنه یا سوالای را ایجاد بکنه که ممکن یکی از اون سوالا را شما مطرح کنین؟ من فکر میکنم در زمینه به تعویق انداختن اعلام نتایج ابتدایی را هم کمیسیون خودشان بیان کردن و هم ما شما در این زمینه بحث‌های خیلی زیادی کردیم، هم شما هم پرسان‌های زیادی در این زمینه داشتین. اما بحث اساسی در این هست که کمیسیون ای که توان داره و این ظرفیت داره، من فکر میکنم همه ما شما میدانیم و خوب نیست که ما در این زمینه ها اظهارات متناقض را اعلام بکنیم. گاهی بگویم که کمیسیون خوب است، گاهی بگویم کمیسیون نمیتونه، گاهی بگویم که از این کمیسیون ما نگران هستیم، گاهی بگویم که مثلا نتایج قابل قبول نیست. ما بسیار واضح و روشن با دید خود درباره کمیسیون اعلان باید بکنیم
و بگذاریم که کمیسیون شما از مسیر طبیعی. شما دیدید که کمیسیون هر تصمیم بگیره از اون میاد میکنه. ببین بحث در این هست که کم و کاستی ها و ضعف هایی که در خود کمیسیون هست و یا هم مثلا یک از اونها تعویق اعلام نتایج است. ما هم نگرانی خود اعلام کردیم، اما خود کمیسیون دلایل تکنیکی و مشکلاتی که داشتن در تأخیر اعلان اونا بیان کردن. بس در این هست که درسته که کمیسیون آمادگی برای 9 میلیون شرکت کننده در روز رایدهی داشت، اما بس در این هست که فعلا مشکلاتی که پیش آمده و بعضی از مثلا دستگاه های بایومتریک مشکل داشته یا اونا نرسیده یا در مسیر راه مفقود شده یا جای دیگه شده، اینا همشون برمیگرده به خود کمیسیون. اونا باید پاسخ بده در زمینه. یعنی ما به عنوان یک تکیب نمیتونیم در زمینه شما منتظر بمانید تا کمیسیون فیصله شب. ما ببین بس یه دیگر راهی وجود نداره. درست. یعنی شما در هر رقمی که بخواید نگاه بکنید به مدیریت پروسه رایدهی و انتخابات و اعلام نتایج، تنها و تنها مجرا و منبع قانونی همین کمیسیون هستن و اینا اعلان کرده دلایل خود گفته. درست. طبیعی که ما نظارت خود داریم، در این حال در بعضی مسائل ما تمام مسائل مثلا در قسمت خود گم شدن همین دستگاه‌های بایومتریک و یا هم مسائل دیگه و یا هم تقلبات و یا بس تخطی هایی که صورت گرفته در انتخابات، ما تمام اینا را تک تک نگرانای خود در مرجع قانونی سپردیم. آل هم ما نگران از این موضوع هستیم که هر چی زودتر باید اعلان شود و وعده ای که داده دوباره انشالله به تعویق انداخته نشود، ولی ما کاملا از او تصمیم ها و او فعالیت ها و او اعلاناتی که کمیسیون انتخابات میکنه در چارچوب قانون و بر اساس او طرز عمل هایی که داره ما از او حمایت میکنیم. در این زمینه هیچ مشکلی نداریم. سپاسگزار هستم. احمد الله نوید عضو دسته انتخاباتی دولت ساز و سمیع حقجو سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات همگرایی از دورتون در این برنامه. تشکر. و سپاسگزار از شما بیننده. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.